مهمان من دانشگاهی پرکاری است که علاوه بر اینکه استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک و خاورمیانه در دانشگاه تورنتو است، رئیس گروه مطالعات تاریخی این دانشگاه هم هست و نشریه ایران نامه را هم سردبیری می‌کند. محمد توکلی ترقی در حوزه تخصصیش مقاله های زیادی نوشته و کتاب های متعددی در موضوع های متنوعی منتشر کرده است، از تمدن اسلامی گرفته تا انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران. او در کارهای تحقیقیش گاه واژگانی ساخته که در روال کارهای پژوهشی روندهای سیاسی و اجتماعی مرسوم نیست. آیا این واژه‌سازی ها از جدیت کارهای تحقیقی او می‌کاهد؟ با او در دفتر کارش در دانشگاه تورنتو گفتگو کردم. آقای محمد توکلی ترقی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون. آقای توکلی، شما معتقدید که با روش روایت شناسی و گفتمان پژوهی تاریخی زوایای پنهانی از مشروطیه ایرانی ارائه میدید و معتقدید که تا به امروز اون زوایا ناروشن بوده. اولا که این روایت شناسی و گفتمان پژوهی دقیقا چیه؟ بله. در شناخت تاریخ ایران معمولا من به این پی بردم که روایت هایی رو که از گذشته ما داریم، اینا یه روایت هایی هستند که حاصل یک نوع فعالیت های سیاسی بودن، یک نوع ایدئولوژی های نگرش خاصی بوده و بعد از یک مدت این نگرش های سیاسی تبدیل میشن به روایت های پایدار تاریخی. کوشش من این بوده که برگردم به تاریخ و ببینم که مثلا در دوره انقلاب مشروطیت یا سالهای قبل از انقلاب مشروطیت مردم و جریانهای سیاسی چطوری خودشون فکر میکردن، گذشتهشون رو چطوری میدیدن و آیندهشون رو چطوری میدیدن و به یه شکلی بشه پیشینه این روایتهای ایدئولوژیکی که بعداً به وجود میان پیدا کرد. مثلا در دوره انقلاب مشروطیت من به این نتیجه رسیدم که ایران رو برای اولین بار به عنوان مادر وطن تلقی کردن، مادر وطن پا به مرگ که نیاز به نجات و به اصطلاح پرستاری داشت و از اون طریق خیلی از واژگان طبی وارد زبان فارسی میشه. خب این چه تفاوتی با روش‌های معمول داره؟ روش‌های معمول این هستش که مثلا دوستان و همکارانی هستن که فکر میکنن که مشروطیت ایرانی مشروطیت قلابی و به اصطلاح مفاهیم انقلاب فرانسه رو خوب نشناختن، نفهمیدن، یا مثلا چرا اروپا پیش رفت ما عقب افتادیم. یه نگرش هایی هستش که تجدد رو به یه شکلی کالای وارداتی فرض میکنه. من نظرم اینه که تجدد در زندگی روزمره مردم شکل میگیره و به یه شکلی ملیت ایرانی، وطنخواهی ایرانی و ایران پرستی و اینا توی یه روند شکل میگیرن. اینا ایده‌ای نیستن که شما بتونید واردش بکنید. باید ببینید که توی اون فرهنگ و به اصطلاح سنت رایجی که وجود داره چطوری یه جایی برای خودش پیدا میکنه و نیروهای متفاوت چطوری اینا رو به کار میبرن. خب حالا با این روش جدید شما چه خانش جدیدی از مشروطه ارائه میدید؟ خب یک جنبش که همونطوری که الان گفتم این هستش که ایران به عنوان مادر وطن شناخته میشه، مادر وطن بیماری که باید نجات پیدا کنه. بعدن هر کسی میاد یه درمانی براش، نسخه‌ای براش میپیچه برای اینکه ایران دوباره اون جوانیش رو و نیروی پیشینش رو دوباره کسب بکنه و خوب بشه و اینها به اصطلاح نسخه پیچی میکردن. من نسخه‌هاش هم همیشه به این برمیگشت که مثلا اگه بخواد مادر خوب بشه بچه‌ها باید ادب بشن، تعلیم دیده بشن، مدرسه برن، به اصطلاح باید اگر مادر رو میخواییم پرستاری کنیم باید خودتو پرستاری کنی، یعنی مداوای مادر به مداوای شخص برمیگرده و این خودش یه آغازه جدیدی میشه که آینده مردم با آینده وطن و مادر وطن
یه به هم دیگه پیوند خیلی جدی پیدا میکنن و از این طریق خیلی مفاهیم و تحلیل های بهداشتی و به اصطلاح پزشکی وارد زبان سیاسی، مثلا انقلاب، بحران و خیلی از مفاهیم دیگری که توی زندگی روزمره مردم استفاده میکنن مفاهیم بهداشتی است، مفاهیم پزشکیه و بعداً از بیماری وطن میره به بیماری اجتماعی و جامعه، بیماری جامعه رو چطوری خوب بکنه و این فکر ادامه پیدا میکنه تا دهه 1970 یا 1150 قبل از انقلاب. حالا شما در این حال میگید که خوانش ما از تاریخ در پرتو پرسش های اکنون ما شکل میگیرد. بله. خب حالا پرسش اکنون شما برای خوانش تاریخ معاصر ایران چیه؟ ببینید مثلا یه پرسش کنونی ما این هستش که این بحران حکومت اسلامی که ما باش روبرو شدیم این از کجا به وجود اومد؟ یعنی وقتی شما به انقلاب ایران نگاه میکنین خیلی ها فکر میکنن که انقلاب ایران تمام نیروهای مترقی آزادی خواه اینا در پیشا پیشش بودن، یهو روحانیت اومد انقلاب رو از چنگ همه در برد در رفت. ولی وقتی به گذشته برمیگردیم میبینیم که نهادهای بسیار زیادی در همین دوره تجدد به وجود اومدن که روحانیت در اینها نفوذ داشتن و کنترل اینا رو به دست داشتن. مثلا این محضرهایی رو که شما توی توی هر محله‌ای که برین یه بقالی هست، یه دونه محضر هستش، محضر ثبت اسناد و املاک و یا ازدواج و طلاق و اینها، اینا از دوره رضا شاه که به وجود میان این همشون در دست روحانیت بوده. روحانیت کارهای معاملاتی مردم رو و کارهایی رو که نیاز به ثبت داشته، ثبتشون دست اینا بوده. از یه طرفی هم یه پولی برای این کارهایی که انجام میدادن میگرفتن، بنابراین کسانی که از حوزه در اومدن میان یه پروفشنال کلاس میشن، یه طبقه پروفشنالی میشن که بعدن راه و ساز حکومتی رو از اونجا یاد میگیرن. بنابراین اینطوری نیستش که ناگهانی از توی مسجد ها اومدن گرفتن. من میتونم بگم که از محضر ها اومدن گرفتن. خب حالا شما در این حال اشاره پیشتر کردید به مثلا اون شیوه این که تبدن ها از طریق نگاه طبیبانه به اصطلاح به مسائل سیاسی اون زمان، در کتاب تجدد بومیتون مخصوصا خیلی به این قضیه پرداختین و شما میگین که تجدد دولتی و بهداشتی در ایران کمابیش همزمان بوده با اون چیزی که در اروپا بوده. بله. و استنادتون به تلاش‌های دولت برای بهسازی و نوسازی اماکن عمومی و غیره که اشاره هم کردیدن را بهش. حالا اگه ما ببینیم که پیدایش و روند تکامل تجدد بین ایران و اروپا خیلی تفاوت ماهوی هست بین اینا. ببین شما چطور شما به هر حال این رو که همزمان میدونید به نظر یه مقداری درست در نمیاد. بله. ببین تجدد در جایی که یه جزیره هستش با یه کشوری که مثلا کویرهای بسیار زیادی داره، سرزمین پرکوه و اینا داره، خب به هر حال تم متجدد شدن یک کسی که در کوهستان زندگی میکنه با متجدد شدن که یک کسی که توی جزیره زندگی میکنه خیلی فرق میکنه. بنابراین اون چیزایی که یه جا مهم هستش در جای دیگه مهم نیستش. ولی من وقتی صحبت از تجدد بهداشتی به شکلی میکنم و اینها، این هستش که از اوایل قرن 19 در سراسر جهان همه با بیماری وبا روبرو میشن. از این بیماری های همگیر بوده که میبایستی ببینن که از کجا اومده و چطوری جلوشو بگیرن. در ایران و این در سراسر جهان هم بوده که بحثشون این بود که بیماری وبا به علت عفونت حواس و کارهایی هم که کردن اینن که بعد از یه مدتی دیدن که بهترین راهی که بشه از این بیماری ها جلوگیری کرد اینه که خیابونا رو سنگ فرش کرد، چاله چوره‌ها رو پر کرد، آشغالایی که تو خیابون هستش جمع کرد، توالت‌های عمومی ساخت، خیابونای دیوارای دور شهر رو برداشت که باد بیاد، می‌دونین؟ بعد از یه مدتی پی بردن که نه اصلاً هیچ ربطی، این فقط در ایران نبوده، سراسر جهان به این پی بردن که بیماری به علت عفونت آبه، به علت آلودگی آبه. این باعث میشه که تمام احکام طهارت و نجاستی که بر اساس آب پاک شرعیه با یه بحران جدی روبرو بشه.
دقیقاً اونجایی که میرفتی حموم که تمیز بشی میکشته، مریضت میکنه. اونجایی که میرفتی توی حوض که خودتو بشوری و اینا بیمار میشدی، میرفت مرده شورخونه میرفتی بشوری، بعدم بیماری مرده هم میگرفتی و اینها. میدونی این باعث میشه که کم کم این کل زندگی روزمره، مخصوصا آیین شستشویی که توی خانواده هایی که همشون حوض وسطش بود و این کارا رو میکردن و اینا، کارای شستشویی رو اینا، درش تحول بسیار بزرگی به وجود بیاد. و آبی که قبلا 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم همیشه پاک میشه، حالا آبی میشه که میکروب داره. و کم کم این پزشکای ایرانی میان به این نتیجه میرسن که تنهایی که بشه مردم رو به اصطلاح بهشون فهمون که این چی هستش، بیماری و میکروب و اینا چی هستش، اومدن گفتن که این چیزی رو که ما به عنوان جن میگیم همون جرم و میکروبه که حضرت پیامبر میشناخته. و بعدن یه پارادایم شیفت میشه، یعنی یه قالب فکری عوض میشه. که به جای اینکه مثلا غول رو ببینی و نمیدونم جن رو ببینی که همه نقش کشی میکنه و اینا، اینا رو توی آب میبینی، توی غذا میبینی و اونطوری. و کم کم فکر بهداشتی جدید روزمره میشه، مردم یاد میگیرن که چطوری باش کار کن. شما میگید روزمره میشه، در واقع اون تجدد روزمره که شما اشاره میکنید منظورتون همینه؟ یعنی به یه شکلی بحث زندگی تجدد روزمره من این هستش که تجدد رو به جای این که شما یه نفر رفته اروپا، کتابا رو خونده، یاد گرفته، دانش اروپایی رو گرفته، بعدن اومده ترجمه کرده، بعدن به مردم یاد داده، این من فکر میکنم یه برداشت خیلی اشتباهی از تجدد هستش. تجدد معمولا با مشکلات روزمره‌ای هستش که آدم باش روبرو میشه و کوشش میکنه که این مشکل رو حل بکنه. بنابراین یه راه حل‌هایی پیدا میکنه که این راه حل‌ها زندگی روزمره آدم رو عوض میکنه. مثلا همین از عفونت هوا میای به آلودگی آب، یا میبینی که تمام این حوضایی که وسط خونه ها بود کم کم ناپیدا میشه، تمام این مثلا حمام هایی که توی محله ها همه جا بود، خزینه ها اینا بسته میشه، دوشایی که هیچکی تو خونهش نداشت همه خونه دوشدار میشه. میبینید تمام توالت هایی که تای حیات بود یا میاد قشنگ وسط خونه. حالا تفاوت ماهویه بین تمدن روزمره که شما ازش صحبت ببخشید تجدد روزمره با تجدد در مفهوم عام خودش بله چیه؟ ببینین اینا ارتباط خیلی نزدیکی دارن دیگه. وقتی ما صحبت از تجدد میکنیم به عنوان یه مفهوم تاریخی و زمانی، این هستش که این تغییر تحولاتی که در از قرن 16، 17 یا 18 به وجود اومده چطوری به وجود اومده، چطوری مثلا آیین حکمرانی عوض میشه، دستگاه‌های حکومتی عوض میشن، چطوری مردم از روستاها میان به شهر، چطوری مثلا کوچه‌ای که چارپا درش میرفته میومده چارچرخ میاد و میره. میدونی اینا تغییراتیه که همش بستگی به این داره که ببینیم که در چه به اصطلاح نیازهای یه جامعه خاصی داشته و این نیازها رو چطوری برآورده میکنه. میدونی و اینجاست که تجدد رو باید ربطش داد به زندگی روزمره و نیازهای روزمره مردم، تا اینکه شما یه نسخه اروپایی رو دارید از در مورد تجدد و فکر میکنید که این یگانه نسخه تجدد. اصلا این مفهوم تجدد یگانه کاملا مورد سوال قرار گرفته از طریق مورخ های هم اروپایی، امریکایی، ایرانی، هندی، چینی. میدونید یه کسی جدا این مفهوم سنت و تجددو که هنوز در بین خیلی از مورخ‌های ایرانی رایج هستش، یک کسی به کار نمیبره توی محافل دانشگاهی. یعنی از این تفکر عقب افتاده قرن اوایل قرن 20 هستش. ولی بالاخره جدال بین به اصطلاح اون تمدن جدید و علوم طبیعی و الهیات بالاخره به این راحتی که قبول نکردن که بالاخره این جدال وجود داشته. این جدال وجود داشته ولی این به این شکل نیستش که یه طرفش پویا بوده یه طرفش همینطوری نشسته و هیچ تکونی نخورده و دستاویز شده به عقاید قرون وسطایی. اون سنت هم درش تحول و تجدد به وجود اومده. یعنی به یه شکلی مثلا شما سنت‌های دینی رو اگه توجه بکنین، افکار دینی ایرانی رو مخصوصا نگاه بکنین، اینا اصلا دوره انقلاب مشروطیت یه تحول بسیار مهمی در فکر دینی به وجود میاد و این
تحول فکر دینی مثلا قبل از انقلاب مشروطیت با فکر دینی دوره رضاشاه کاملا متفاوته. فکر دینی دوره رضاشاه با دوره قبل از انقلاب اسلامی خیلی تفاوت داره و فکر دینی دوره بعد از انقلاب تفاوت درش به وجود اومده. بنابراین اسلام هم یه چیز یگانه و تغییر ناپذیر و یک نظام یگانه ای نیستش. همینطوری که مثلا زندگی روزمره داره عوض میشه، برداشت مردم و به کارگیری آیین دینیشون هم عوض میشه. یعنی در تجدد در دین هم هست. آره، ولی صحبت من اینه که حالا شما میگین که یه مقداری تحول در فکر دینی هم به وجود اومده تحت تاثیر تمام این مسائلی که شما مطرح کردید، ولی اینها به راحتی نبوده. یعنی مقاومت در مقابل تمدن تا و تجدد کم نبوده در ایران. بله مقاومت شما بوده. حتی بله. مدرسه عادی افتتاح کردن بله. کار شاقی بوده در بله. خیلی از زبان‌ها. بله مثلا همین مسئله طهارت و نجاست و همین که مثلا دقیقاً. خزانه ها رو ببندین و نمیدونم حوضا رو جمع کنین و مثلا به جای اینکه توی خزانه برین دوش بگیرین، این خود دوش گرفتن خودش یه مشکل بزرگی بود که جنگ و دعوای خیلی جدی داشت. این حرفی که من میزنم به این به شما برداشت نباشه که این جنگ و دعوای خیلی جدی نبوده، اتفاقا خیلی جدی تر هم بوده. آره ببینین، ولی این جنگ و دعوایی که میشه و به یه شکلی چالشی که بین افکار متفاوت میشه، اون سنت رو عوض میکنه و اون فکر مقابل کم کم وارد اون نگرش دینی میشه و بعداً در یه دوره دیگه به یه شکل دیگه ظاهر میشه. میشه یک مصاحبه است یا میشه یک مناظره است که طرف مقابل، طرفی که مناظره میکنن با هم دیگه، باید حرفای همدیگه رو بفهمن، بعداً باید به کار بگیرن که پیش ببرن. و دین هم همینطوری بوده، فکر سنت هم اینطوری بوده. سنت همیشه در حال تغییر تحول بوده در مقابل تجدد. حالا شما در جای دیگه صحبت از این میکنید که مثلا فرض کن اون تحول و تغییراتی که در نگرش و نگاه به دین به وجود اومده در جامعه، شما حتی معتقدید که آدمایی مثل جلال آل احمد و حتی آیت الله خمینی اینا ثمره کنکاش ها و تحولات و کارهای مثلا احمد کسروی هستن؟ بله ببینید، خب این اگه اینو نگاه بکنیم از یک طرف دیگه میبینید که این ثمرش رو حتی صحبت از این میکنیم که به هر حال بخشی از این تلاش ها ثمرش نواندیشی دینیه. بله بله، ولی ما خب نتیجه این نواندیشی دینی چیه؟ یعنی نهایتا به اونجا میرسه که ما به بنیادگرایی دینی میرسیم. بله. نه به تحول بله. جدی دینی. بنیادگرایی دینی هم خودش یه فرایند جدیده. یعنی من فکر میکنم بنیادگرایی دینی پیامن تحولات بعد از انقلاب. قبل از انقلاب اگه توجه بکنید، تفکر دینی به یه شکلی مفاهیم اصلی فکر دینی قبل از انقلاب به یه شکلی مفهوم توحید بود، تفکر سیستمی در مورد دین بود که خداوند معمار تمام جهان بوده، تمام دنیا، به جای اینکه به شریعت و به اصطلاح انجام قوانین شرعی و اینا فکر بکنم، متفکران قبل از انقلاب به یک نظام جهانی فکر میکردن که خداوند این رو ساخته و اسمش هم گذاشته بودن نظام توحیدی. یعنی به یه شکلی نظام توحیدی با فکری که بعدن میاد میگه که باید با آیات قرآن رو انجام بدیم و نمیدونم تمام چیزای دینی رو یکی یکی باید قوانینش رو اجرا بکنیم، شریعت رو اجرا بکنیم، با اون خیلی تفاوت داره. یعنی به یه شکلی این بنیادگرایی دینی پیامد بعد از انقلاب تا اینکه قبل از انقلاب باشه. حالا در مورد قبل از انقلاب چی؟ شما صحبتتون اینه که به اصطلاح نسل برآمده در دو دهه پس از انقلاب مشروطیت در واقع معماران اصلی قرن بیستم بودن در به اصطلاح نوسازی جامعه و خیلی از مسائلی که از جمله مسائل بنیان نواندیشی دینی، اندیشه نوع دینی یا نوین دینی رو شما زائیده تمام تلاش های اون دو نسل بعد از مشروطیت داریم میکنید که از این منظری که من صحبت کردم که شما از جلال آل احمد گرفته تا علی شریعتی تا آیت الله خمینی همه رو در این کفه و زائیده این
در حال ثمره کار آدم مثل کسروی میدونه. بله دیگه کسروی و کسانی که قبل از کسروی بودن و این افکاری که در مقابل همدیگه قرار گرفتن باعث میشه که مثلا از طریق احمد کسروی، فکر احمد کسروی باعث میشه که یک نگرش خاصی رو آیت الله خمینی با یه نظریه خاص دیگه متفاوت با یه استراتژی دیگری به کار ببره. شریعتی هم به یه شکلی دیگه حرفای اون رو گرفته و به یه شکلی عوضش کرده. یعنی من نظرم این هستش که پس از کشته شدن احمد کسروی حرفاش رو میان نیروهای اسلامی میگیرن به نام خودشون به یه شکل دیگه عرضه میکنن. آها. حالا پس اگه بخوام نگاه کنیم به آدمهای اون نوسازان در واقع. بله. اون نوسازان کیا بودن؟ از کی؟ از همون از من دارم دنباله صحبت خودتون، یعنی اون چیزی که شما میگید دو نسل بعد از بعد. ببینید خب احمد کسروی هستش، ولی کسروی خودش از طرف دیگه با ایران شهر چیز این بنیانگذار نشریه کاظم‌زاده ایران شهر و خیلی از روشنفکرهای درجه یک که انقلاب مشروطیت که یه دونشون هم مثلا تقی‌زاده بوده و اینا و از اونا تأثیر پذیرفته بودن. بعدن کسروی میاد یه سری روشنفکرهای متفاوتی رو تحت تأثیر قرار میده که بین اینها میشه آقای سعیدی هستش که از متفکران اسلامی همون دهه های 20 و 30 هستش. خیلی از روشنفکرهای که میان به یه شکلی مفهومی رو که کسروی به عنوان اروپایی گرایی طرح میکنه و یه کتابی داره به نام آیین که نقد از اروپاگرایی هستش، همین حرفو سه دهه بعد جلال آل احمد میاد در کتاب قرض‌زدگی طرح میکنه. من نظرم اینه که باید ارتباط به جای اینکه این تاریخ رو همه روشنفکری دینی رو بیاریم و بعد از اون حادثه 15 خرداد بکاریم، بعد ببینیم که این نیروی تفکر دینی در مقابل چالش‌های نیروهای سکولار اینا چطوری شکل گرفتن. می‌بینین و به یه شکلی بحث اساسی که من دارم این هستش که فکر دینی قبل از انقلاب در یک رابطه تنگاتنگی داشت با فکر سکولار و سوسیالیستی و ناسیونالیستی ایرانی و اینا رو نمیشه جدا کرد. یعنی شما نمیتونین یه تاریخ روشنفکری دینی بنویسید و خیلی الان دارن این کارو میکنن دیگه که هیچ ارتباطی نداشته باشه با روشنفکرای ایران دوست و سوسیالیست و اینها. بعد نشون بده که اینا با همدیگه چطوری فکر کردن و این حاصل اون چیزی که ما میگیم روشنفکری دینی حاصل گفتگو و چالش و مناظره با روشنفکرهای دیگه است. بسیار خب. حالا شما به همون شکلی که به اصطلاح متدولوژی گفتمان طبیبانه در برای بررسی انقلاب مشروطیت استفاده کردید، برای انقلاب اسلامی هم یه گفتمان مجتهدانه استفاده بله. میکنید. چیه دقیقا منظورتون؟ ببینید من نظرم این هستش که در اون ماهای اول بعد از انقلاب هنوز این تفکر به اصطلاح پزشکانه رایج بوده که بیماری های اجتماعی، بیماری های روحی، بیماری های روانی. بعد از یه مدتی اون همون سال اول انقلاب این مفاهیم پزشکی و بیماری های اجتماعی کم کم کنار گذاشته میشه و به جاش بازسازی، نوسازی، بهسازی، زیرسازی، روسازی، می‌دونین این مفاهیم رایج میشن و بعدن و دلیلش هم این استش که به یه شکلی در دوره انقلاب مجتهدان و مهندسان با همدیگه میان یه همکاری خیلی نزدیک میکنن. یعنی مهندسایی که از دانشگاه‌های مهندسی قبل از انقلاب در اومده بودن در سال‌های بعد از انقلاب خودشون رو در یه موقعیتی دیدن که میتونن کشورشون رو بسازن و میان کم کم ارتباط نزدیکی با روحانیت و روحانیت هم با مهندسا برقرار میکنن. و اگر شما به کابینه‌های قبل از بعد از انقلاب مشروطیت نگاه بکنیم بیشتر و بیشتر و بیشترشون پزشک بودن و بعد از انقلاب اسلامی بیشتر و بیشتر و بیشترشون مهندس بودن و بعد از یه مدت هم که توی کابینه بودن و راه و رسم کار توی دستگاه دولت رو یاد گرفتن دوباره میرن توی شرکت‌های مهندسیشون و کارهای مهندسیشون انجام میدن. یعنی این مجتهدانه فکر کردن میشه که چطوری بیای فکر مهندسی رو که
اساسش هست، یه طرحی بدی، یه نقشه بگیری بدی، یه بودجه بگیری بعدم بری بسازی، این چطوری بعد از انقلاب رایج میشه و یه عده‌ای از مهندسا میان میرن به حوزه مجتهندس میشن، یه عده‌ای هم از به اصطلاح حوزوی ها میرن به بعد از اینکه به اصطلاح اجازهشون رو گرفتن میرن به دانشگاه و تبدیل میشن به مجتهندس و نمونه هاش خیلی زیاده الان. آها، آن شما یه وقت نگران این نیستید که واقعا با این واژه سازی هایی که شما در همین مجتهندسانه یا غیره ممکنه خیلی کانسپت اصل مقوله طرح مسائلی که شما میکنید رو جدی نگیرن؟ نه، اتفاقا من نظرم اینه که این مفاهیم پیامد یه نگرش خیلی دقیق و عمیق به روند کار و زندگی بعد از انقلاب و سیاست‌گذاری ها و انجام به اصطلاح طرح ساختن و پیاده کردن طرح‌ها و این هاست که من دیدم که بین مهندسا و مجتهدین یه همکاری خیلی جدی به وجود اومده و این رو وقتی ببینیم اون وقت اشتباهی که خیلیا میکنن میان طرحهای مهندسانه میدن ولی نمیفهمن که مهندسا یکی از شیرازه، یکی از بنیانهای خیلی مهم همین حکومت جمهوری اسلامی هستن. یعنی همه مجتهدا رو میبینن ولی مهندساشو نمیبینن. این مفهوم مجتهندسی همکاری حوزه و دانشگاه رو نشون میده. در علوم انسانی همیشه بر علیه علوم انسانی میجنگن ولی توی رشته های فنی و اینها همکاری خیلی نزدیکی. شما این شهرهای بزرگی رو که دیدین ساخته شده، مثلا راههایی که ساخته شده، چیزهای اتمی که ساخته شده، اینا نتیجه همکاری همین مجتهندس هست. خیلی متشکرم آقای محمدی. لطف دارید. خیلی متشکرم. ممنون از اینکه برنامه رو برنامه‌ریزی کردید. با سلامت.